علی صادقی بازیگر طنازی است که سریال‌های خنده‌دار زیبای از خود در تلویزیون به جای گذاشته است. صادقی متولد 14 آذر 1359 در تهران و بازیگر طنز سینما و تلویزیون ایران است. پدرش تراشکار و مادرش خانه‌دار است و او یک خواهر کوچکتر و یک برادر بزرگتر از خودش دارد. علی صادقی از بازیگران طنزی است که با مجموعه‌های خنده‌دار موفقی که در دهه 80 از تلویزیون پخش شد، خود را به مخاطبان معرفی کرد و با توانایی بالایی که در عرصه خنده‌دار داشت، توانست خیلی زود مبدل به چهره‌ای محبوب میان مردم شود. چهره‌ای که بعد از مدتی دیگر لازم نبود کار ناب یا دیالوگ خاصی جلوی دوربین بگوید و همین حضور عادی‌اش هم تماشاگر را به خنده وامی داشت. صادقی ازدواج کرده و شایعاتی در رابطه با ازدواج وی با خاله شادونه پخش شده است که صحت ندارد و همسر ایشان شخص دیگری است. صادقی هنگامی که به مدرسه می رفت، زمانی که آقای سماواتی او را انتخاب کرد، وی به بازیگری علاقه مند شد. او بسیار راحت بازی می کند و حتی گاهی اوقات بدون دیالوگ و با نگاه خود بر مخاطب تأثیر می گذارد. شروع حرفه وی برمی گردد به سال 1375 با فیلم تلویزیونی بهترین تابستان من. او در سریال های دردسر والدین، پشت کنکوری ها و کوچه عقاقی آرام آرام داشت شناخته می شد که در سال 1383 با سریال جذاب و دیدنی متهم گریخ به شهر تبدیل شد و شهرت بسیاری به دست آورد. او عاشق سفر کردن است و همیشه برای این کار حاضر است. او در ایران به شیراز و کیش علاقه بسیاری دارد و دوست دارد در خارج از کشور به جاهای کمتر دیده شده سفر کند و لذت ببرد. فیلم هایی چون پتو کفش من نکن، ورود آقایان ممنوع، کیشومات و سریال هایی مثل خوشنشین ها، به زنگا، منزل به دوش، کوچه عقاقی ها، درد سر والدین و 3 در 4 از جمله آثاری هستند که صادقی در آنها به ایفای نقش پرداخته. علی صادقی درباره کمکار شدنش میگوید: دلیلش رو خودم هم نمیدانم. هیچ کس هم حرفی به من نزده که چرا در این سال پیشنهادهای کاری هم اونقدر کم شده. اگر دلیلش رو میگفتن، حداقل متوجه میشدم که مثلا اگر مشکل از طرف من است، اون را برطرف کنم. او در ادامه میگوید: هم اکنون انگار هر شخصی کاری میسازد از دوستان خودش دعوت به کار میکند و خب اشکالی هم ندارد. من هم اگه روزی کاری بسازم، دوستان خودم رو سر کار میبرم. نمیدانم، اگر به پارتی باشد که من خودم پارتیم، اما پارتی بازی نیست و اصلا نمیدانم حکایت چیست. صادقی شغل دومی هم دارد و در این باره میگوید: از قدیم آهنگ الکترونیکی بدون کلام می ساختم و از وقتی کم کار شدم با یکی از دوستان چند آهنگ آماده کردیم و به ارشاد بردیم، اما میگویند نوازنده ندارید و به همین خاطر مجوز کنسرت را نمی دهند. او درباره استنداپ کمدی در ایران میگوید: به نظرم باید رخداد خوشحال و جذابی برای کسی که استنداپ کمدی اجرا میکنه رخ دهد تا بعد برود روی صحنه آن را اجرا کند. اما برخی از دوستان میروند و بالا خاطرات بقیه را از قول خودشان تعریف میکنند. حالا نه اینکه من بخوام غوری بزنم که چرا این کار را میکنند، اما نه برای خودم خاطری خاصی اتفاق افتاده که بروم آن را تعریف کنم و نه خاطری خاصی از کسی سراغ دارم. او همچنین میگوید: به هر حال این هم نوعی از کمدی است که در تمام جهان به عنوان یک شغل شناخته می شود، اما اجرای استنداپ کمدی در کشورهای دیگر واقعا کمدی است، در حالی که در اینجا فقط خاطره‌گویی و انگشت‌گذاری روی معضلات است. علی صادقی درباره بازی در نقش‌های طنز می گوید: بازی خنده‌دار اصلا به معنی لودگی نیست و برخلاف تصور خیلی ها اصلا کار آسانی نیست. اینکه فکر میکنن یکی را میآورن جلوی دوربین چند تا جمله میگوید و ادایی در میآورد و میرود نیست. اگر اینطور بود، همه بازیگران خنده‌دار به یک اندازه طرفدار داشتند. بازی خنده‌دار اتفاقا خیلی سخت است. او همچنین ادامه میدهد: البته فیلم های خنده‌دار چه ایرانی چه خارجی را نگاه میکنم و هر مضمونی به نظرم جالب بیاید از آن در کارهایم استفاده میکنم، اما اینکه بخوام یک نفر را برای خودم الگو کنم، نه اصلا. او درباره علت محبوبیتش میگوید: من خودم چنین فکری نمی کنم و اگر این محبوبیت ایجاد شده، فقط لطف مردم است و بس. آنقدر به من لطف دارن که من هم دوستشان دارم. البته نه همه آدم ها را، فقط آنهایی را که دوستم دارن. خیلی دوست داشتم بازیگر بشوم، اما چون محیط را نمی شناختم، به خودم می گفتم حالا به عنوان تفریح این کار را می کنم. اما حالا که به شناخت رسیدم، جدیتر هم شدم. کم کم زوایای پنهان کار هم برایم باز شد. او همچنین ادامه می دهد:
بیشتر ترجیح میدهم به لحظه و اکنون فکر کنم، اینکه در هر وضع و شرایطی که هستم بهترین واکنش رو نشان دهم و مناسبترین تصمیم را بگیرم. اینطوری قدم به قدم پیش خواهم رفت تا آینده چنان که واقعا وجود دارد خودش را در لحظه خاص به من نشان دهد. او میگوید سعی میکنم به زندگیم فرصت تغییر بدهم. همواره به نظرم رسیده که آدمهای شجاع و هوشیار از تغییرات زندگیشان به عنوان یک فرصت استفاده میکنند، در حالی که آدمهای ضعیف مجبورن با تغییرات زندگی به عنوان تهدید کنار بیایند. دلم میخواد جوری زندگی کنم که همیشه از دسته اول باشم. صادقی همچنین میگوید هنوز احساس میکنم خیلی راه تا مرحله‌ای که میخواهم برسم باقی مانده است. هنوز بعد از هر سکانسی از عملکرد خودم ناراضی هستم، اما باور کنید برای هر کاری که انجام میدهم انرژی فراوانی به کار میبرم، چون رضایت مخاطب برایم ارزشمند است. مردم نیز این موضوع را به خوبی درک میکنند. صادقی در ادامه میگوید اگر کسی پر از عقد و کینه باشد نمیتواند نقش یک آدم خوب را خوب بازی کند. شما میبینید آدم هایی که ماندگار هستن مانند استاد پرویز پرستو و زنده یاد استاد جمشید مشایخی چقدر بین مردم دوست داشتنی و محبوب هستند. این آدم ها هرگز نمیتوانند درونشان شخصیت بدی داشته باشند. وقتی زنده یاد استاد جمشید مشایخی دیالوگ هایشان را میگفتند آنقدر آرامش داشتند که این آرامش در بطن وجود من مخاطب هم رسوخ میکرد. او همچنین میگوید هر کس بگوید شهرت را دوست ندارم دروغ میگوید. همه دوست دارن پیش اطرافیانشان به یک خصلت معروف باشند. شهرت دوست داشتنی است، ولی هر چیز دوست داشتنی یک سری محدودیت میآورد. شهرت باعث میشود راحت نباشی، حصار خصوصی زندگی را کوچک و کوچکتر میکند تا میرسد به ابعاد خانه که در آن زندگی میکنی و چند تا دوست به تعداد انگشتان دست. صادقی فارغ التحصیل فوق دیپلم کامپیوتر می باشد. زبان بدن و نوع بازیگریش در عرصه طنز را متمایز از دیگران کرده. او عاشق پلی استیشن بوده و فروشگاه کامپیوتر دارد. او میگوید برای من سفر کردن همیشه لذت بخش است، به همین خاطر هر زمان فرصت ایجاد می شود برای رفتن به سفر استفاده می کنم. داخلی یا خارجی بودن سفر اهمیت چندانی ندارد. او میگوید اصلا به بازی فوتبال و دیدن آن علاقه ندارم. ایدال زندگیم داشتن مزرعه در استرالیا همراه با نگهداری از گاو است. خوبی اخلاقم اینه که هرگز دروغ نمیگویم و بدی رفتارم اینه که خیلی رک هستم. علی صادقی در بین کارهایش بازی در سریال عقاقی ها را بیشتر از همه دوست دارد. بزرگترین آرزویش عاقبت به خیری است و در زندگی از موسیقی بیشتر از هر چیزی لذت میبرد. در کودکی عاشق برنامه کودک اسب شاخدار و گامبویونیکو بود. او در ادامه میگوید خیلی اهل توجه به غذایی که میخورم نیستم، مگر در این حد که تازه باشد و مسموم نشوم. اسکی، اتومبیل رانی و شنا را خیلی دوست دارم، اما چیزی مثل بدنسازی جذابیتی برایم ندارد. او میگوید منکر این نمیشوم که تنوع در لباس پوشیدن را دوست ندارم. یک جورایی خیلی لباس باز هستم و سبک خودم را دارم. اهل مد روز نیستم، اما به یک سری مسائل مثل رنگ ها اهمیت میدهم و اگر بدون کلاه باشم انگار چیزی کم دارم یا گم کردم. زیاد کتاب نمیخوانم. بازی با ایکس باکس و پلی استیشن جای خود را دارد. تا دلتان بخواهد فیلم میبینم و هر سبکی را هم دوست دارم، اما اکشن و کمدی بیشتر باب میلم است.